کاره فرح بخش، من هرچه خاطره دارم از کاره فرح بخش. من دیگه سال 61 که از پیش آقای اسکوئی اومدم دیگه ترسم ریخت، برای اینکه آقای رحیمی، آقای مصلحی، آقای ناصر بنایی، آقای رسول نجفی ها اینا همه رفتن تلویزیون. چون رفتن تلویزیون؟ رفتن تلویزیون، منم دعوت کردم. یه کاری بود آقای خلج کارگردانی میکرد به اسم مرحوم اسماعیل خلج. نه اسماعیل خلج که زنده است. اسماعیل خلج زنده است. اسماعیل زنده است. بله بله بله. خدا انشالله بهش عمر. من اشتباه کردم با جیان، اشتباه کردم. نه نه خلج. آقای چیزم نویسندش بود، آقای استاد محمد نویسندش بود به اسم سایه همسایه. بله. بخشی هم بازی میکرد. بله بله. امیرزا. نهایت بخش. من تو اینجا یه نوع رول پیدا کردم. رول به من دادن. کارگردان فنی داشت کار، کار یه خانومی کارگردان فنیش بوده گشت. کارگر فنیش آره نمیدونم یادم نیست. من دیگه این کاری که کردم دیگه سالی یه دونه دو تا دعوت میشدم به تلویزیون کار میکردم. زمین که کارمند بود. مهمترین کاری که سالا تو تلویزیون بازی کردی چیه؟ بهترین کاری که دوست داری سالا؟ بهترین کاری که دوست دارم تو تلویزیون؟ من تو تلویزیون. چه نظر؟ خودت نقش تو. نقشمو؟ آره. شاید مثلا شما ندیدی مختار باشه، نه؟ بچه ها؟ بچه ها مختار دیدن. اینکه اخی نه، اون اوائل چی بازی کردی؟ اون اوائل اون اوائل، خب من سوسنگرد رو بازی کردم. آها اون که تئاتر بود. تلویزیون، ریشتراش شهر سویل. اونم تئاتره که؟ بله تئاتره، ولی ما توی تلویزیون کار کردیم. روح‌الله علی فیلم بردار بود. آقای علامه فیلم بردار جوانی بود، قد بلندی داشت. اونا عکساشو دارم. بقیهش دیگه رولای قاچاقچی و فرابخش پیوستی. فرابخش تو رو انتخاب کرد. شدی مسعود میمی؟ بله. مسعود میمی که بسیار معروف مشهور بسیار معروفه، بسیار هم زبله، بسیار هم به اصطلاح مردمدار و خوبه. یه خود چاق شده فکر می‌کنم. آره الان هم چاق شد. دستیار آقای داوود رشیدی بود در تئاتر ما، تئاتر پیروزی در شیکاگو. بله یادش بخیر، تو اونم بازی کردی تو؟ تو اونم بازی کردم. باتل جو من بودم دیگه. بله چه خوب. باتل جو که کشته میشه، آقای مهدی هاشمی میاد بالا سرش. بله بله. محمود جعفری میکشتش. شما دیدی اونو؟ دیدم یادم. خیلی دیدم. یا من دیدم اون یادم نمیاد. یه کار خیلی شد. بله کار معروفی شد. خیلی معروف شد و خیلی هم تماشا شد. ما دو ماه اونجا اجرا کردیم. حالا بودیم دیگه. مسعود میمی چون من کار منو توی کار قبلی دیده بود ما رو صدا کرد برای آقای جوان مرد. آقای خطا بخش. برای آقای حسین فرابخش. قافله. رفتیم دفترش توی چیز بود، جمهوری بود. بله بله، ساختمون توکل. ساختمون یه ساختمون بلندی بود، رفتیم اونجا و برای یه رولی منو انتخاب کرد. رول اون چیزی که چشم می‌بنده. بله بله، یادم منه. منم خیلی جوان بودم و یه موی سفید نداشتم. بازی کردیم و خیلی هم راضی بود. از اونجا شدی بازیگر فیلم‌های فرابخش. فرابخش. هر چه فرابخش کار میکرد تو صدا میکرد برای رول منفی. حتی فیلم خودش هم صدا زد. هر چی میداد میگفتیم خدا برکت. فیلم خودش هم بازی کردی؟ یعنی فیلم که خودش کارگردانی کرد. اونم صدا کرد. اونم من صدا کرد گفت یه رول چیز هست کوچیکه ولی بیا بیا تو بیا تو کاری نباشه بیا بیا. ما چش. ما هم ارزونیم. هم به میگیم خدا در رو زده میگه آقا این روزی توه. من از کجا به فکرمون باشه این روزی توه برو حالا کوچیک بزرگ رفتیم کار کردیم با آقای اجرازاد. الان هم راضی هستم. تو فیلم هایی که بازی کردی آبادانی ها رو هم دیدم. بازی کردی آبادانی؟ ببین آبادان یادم رفت آبادانی ها خودم رفتم. چجور؟ من با خانم چیز تهیه کنندهش کار کرده بودم. خانم تهیه کننده و منشی صحنه‌اش تلویزیونی بود. من رفتم با اون صحبت کردم که گفتش باشه بیا اینا. رفتیم یه رولی به من دادن و اونجا تو آبادانیا من آره اون راننده رو بازی کردم که کمک میکرد به آقای چیز پیکانش رو دزدیده بودن. منم دنبال
به اصطلاح پیکان اون بهش کمک کردم، فروشگاه رفت کمک کرد، رول نبود. خب یه چیز فرعی بود. بریم برسیم.